همکارم تروسک صادقی از اربیل همراه ماست. تروسک، آخرین واکنش ها رو از تو بشنویم. در کنار واکنش هایی که شما بهش اشاره کردید، الان تازه ترین واکنش ها اینه که آمریکا و عراق، اونطور که رسانه ها در عراق دارن اعلام روش کار کردن و دارن اعلام میکنن، اینه که از کار نکردن سیستم ضد موشکی تحقیق میکنن. ظاهرا موقعی که این حمله پهپادی شده، صدای آژیر خطر منطقه سبز بغداد به صدا در نیومده و دارن روی موضوع تحقیق میکنن. و از طرف دیگه چند منبع مطلع به رسانه ها گفتند که کاظمی به این دلیل که سیستم ضد موشکی کار نکرده و از طرف دیگه دقایقی قبل از حمله مطلع شده که دارن بهش حمله میکنن و اون منزل خودش رو ترک کرده. در کنار اینها شورای وزارت امنیت ملی عراق رسما در بیانیه گفته این حمله، یعنی تلاش برای ترور مصطفی کاظمی، کار گروه های مسلح جنایتکار هستش. همونطور که افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از رسانه‌ها همچنان دارن گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی رو متهم می‌کنن، چون روز گذشته رهبران این گروه‌ها، خصوصا شخص قیس خزعلی رهبر گروه اصایب اهل‌الحق، گفته بود که با دادگاهی کردن نخست وزیر عراق مصطفی کاظمی انتقام خون شهداشون رو می‌گیرن. در کنار این واکنش ایران، البته واکنش آمریکا، سازمان ملل، فرانسه هم بود واکنش نشون داده بود و واکنش هایی که حالا در داخل عراق و کشورهای عربی منطقه هم گفته بودند در کنار عراق برای مبارزه علیه ترور میستند. اما صبح امروز واکنش علی شمخانی اینجا در رسانه ها خبرساز شد، چون محکوم نکرده بود، ولی دقایقی پیش سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران یک بیانیه منتشر کرده و این حمله رو محکوم کرده و از طرف دیگه نسبت به توطئه در عراق هشدار داده که جریان های مختلف مواظب این توطئه باشن. گروه های مسلح، همونطور که شما هم اشاره کردید، کتایب حزب الله به نوعی گفته بود که تکذیب کرده بود که اونا این کار رو کرده، یعنی دست داشته باشن در حمله به منزل نخست وزیر یا ترور وی. اما ائتلاف فتح هم گفته که یک تلاش خارجی هست برای اینکه کشور رو به سوی آشوب و فتنه بکشونن. در کنار اینها اما باز هم اصایب اهل الحق قیس خزعلی گفته بود اگر ما مطمئن بشیم که حمله صورت گرفته و تلاش برای ترور مصطفی کاظمی بوده، اون موقع ما محکومش میکنیم. در هر صورت ناظران در عراق، همونطور که شما هم اشاره کردید، بسیار نگران هستن و دارن میگن که این اقدام گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی، با توجه به این که اونا سلاح دارن، پهپاد دارن و قبلا گروه‌های وابسته به اینها حمله کردن به نیروهای آمریکایی یا به منطقه سبز بغداد، ترور یعنی تلاشی برای کودتا بوده بر علیه دولت، و از طرف دیگه درخواست کردن از شخص کاظمی که علیه این گروه‌ها در شورای امنیت سازمان ملل شکایت رسمی بکنه. و اینجا در مورد مردم هم اگر در شبکه‌های اجتماعی بخوام به این نکته اشاره بکنم، بسیار خشمگین هستن از دولت که نتونسته تا همین دقیقه این گروه‌های مسلح رو کنترل بکنه و سلاح رو از دست اونها خارج بکنه که دارن کشور رو به سمت آشوب و بی‌ثباتی میکشونن. تروسک صادقی از اربیل، ممنونم از توضیحات.